پارت دوی مصاحبه آیلتس، جایی که همه فکر میکنن چالشی ترین قسمت اسپیکینگ آیلتس، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. خیلی هم ساده است و بسیار بسیار نمره بیاره. پس اگه میخواید همراه باشید با من که بهتون بگم چه نکاتی رو رعایت کنید که این قسمت براتون ساده باشه و از چالشی بودن براتون در بیاد و حسابی هم نمره بیاره براتون، با من همراه باشید که بگم عنوانهایی که توی آیلتس اومده رو با هم بخونیم و بگم چه عنوانهایی در انتظارتونه، چه شکلی باید بخونید و سر جلسه آیلتس چی کار باید بکنید و اون نوتی که اون کاغذی که بهتون میدن چیا باید توش بنویسید، تک به تک بهتون بگم. آماده اید؟ پس بریم که بهتر کنیم. Here we go! Hello everybody, welcome to another episode of IELTS Learning in Mindset Level 1. Now we want to speak about everything that you will experience in IELTS test in part 2 of IELTS speaking test. Are you ready? Good to go. خیلی خوش برگشتید به یه ویدیو دیگه. توی این رسمه قراره هر آنچه که تجربه میکنید توی پارت دو رو با هم دیگه بگیم و ریز به ریز بگم که چی در انتظارتونه. Anyway، نگاه کنید اینجا رو، این کادر رو، یه سری تیپ های خیلی عالی داره مایسه توی مخصوصاً اسپیکینگ توی کتاب. اینجا من الان تحلیلش رو بهتون بگم. میگه شما خودتون رو آماده میکنید برای simple topic، یه topic معمول، مثلا در رابطه با heavy traffic میپرسه، در رابطه با natural environment میپرسه، محیط زیست، در رابطه با حالا دوستتون best friend میپرسه، هر چیزی ممکنه باشه، یه topic خیلی معمولیه. اوکی، حالا این simple topic یه میاد از شما میپرسه به چه شکله؟ میاد اکسپیرینس شما رو میخواد، اون اکسپیرینس، یعنی چیزایی که تجربه کردید. مثلا describe your best friend، چجوری باش آشنا شدی، چی کار کردی، چه حسی نسبت بهش داری، چند سال باهاش دوستی. مثلا میاد توی 5 تا یا 6 تا سوال توی پارت 2 از شما میخواد که کامل براش توی 2 دقیقه بر شرح بدید. یعنی چی؟ میگه you should find it familiar and easy to talk. حالا یعنی چی familiar و easy to talk؟ یعنی اینکه باید شما نچرال صحبت بکنید، یعنی یه چیزی نباشه حفظ کرده باشه. اگه اگزامینر بفهمه خدایی نکرده شما یه چیزی حفظ کردید و دارید حفظ شده ها رو میگید، واقعا ازتون نمره کم میکنه. باید نچرال باشه. حالا یعنی چی نچرال باشه؟ یعنی که شما بدون واقعا خودتون دارید اینو میگید، نالج خودتون رو استفاده میکنید. یا اگه متنی میخونید، من نمیگم متن نخونید، متن اتفاقا خیلی بهتون کمک میکنه، مخصوصا متنهای بند 9، بند 8 که نمره 9 و 8 گرفتن. ولی ببینید، بعد اونو به حالت خودتون در بیارید، بعد به زبان خودتون در بیارید و نچرالش بکنید. پس بعد آشنا باشه، familiar و easy to talk، راحت باشه. مثلا من یهو میام شما، مثلا میخوام صحبتمو شروع کنم، میگم to begin with، یا مثلا بعضی موقعا میگم to kick off. تو کیک آف همون در شروع ده. مثلا میخوام بگم شروع بکنم چیزی رو، مثلا میگم تو کیک آف، همون بگین یا ستارت میشه. ولی شاید کیک آف یه جوری مثلا یه حس، و اگر من بگم I want to talk about about my best friend، I want to describe my best friend، شاید این دومی در این سادگی نچرال تر باشه تا من بگم to kick off.
تو یا بگم to begin with، مثلا انگار من برای مثلا اونو اون فریز رو آماده گذاشتم، حفظ شده گذاشتم تو ذهنم، میدونید؟ یا مثلا اگه از on the other hand استفاده میکنم تو جای درستش، اگه contrast دارم ازش استفاده کنم، اگه contrast ندارم ازش استفاده نکنم. اینا خیلی مهمن guys، حواستون باشه به این نکات، واقعا نکات طلاییه که یه نمره نمرتون رو یا یه نمره دو نمره نیم نمره نمرتون رو جا به جا میکنه. You have one minute to prepare your topic. یک دقیقه برای آمادگی وقت دارید. ببینید وقتی که به پارت دو میرسید، میگه now we are in part two of speaking test، وقتی اینا به شما میگه یه برگه میذاره جلوتون که نباید هیچی توش بنویسید و اون سوال توشه و یه برگه کوچیک در حد نوت به شما میده که اگر کلمه‌ای میخواید بنویسید بنویسید. اوکی؟ شما باید مایند مپ بکشید توی این قسمت. حالا میتونید مایند مپتون میتونه این شکلی باشه. مایند مپ چیه؟ یعنی اون نقشه فکریتون، نقشه که تو فکرتون دارید، اون ترتیبی که تو فکرتون دارید، مثلا میتونه این شکلی باشه. حالا من جلوتر دقیق تر بهتون میگم جلوتر که رفتیم. مثلا اینجا بنویسید friend و نکاتی که تو ذهنتون میاد کلمه کلمه، هیچ وقت جمله ننویسید. شما وقتی نگاه میکنید اون کلمه رو چشتون باید ببینه و بخواید جمله رو ببینید اصلا رشته کلمه از دستتون میره. یا حالا میتونید اینجوری بالا بنویسید friend، این پایین in order بنویسید. حالا بستگی به شما داره که با کدومش راحت تر باشید، ولی اینو باید بنویسید چون ممکنه بهش هم نگاه نکنید، اما همون نوشتن تو اون لحظه تثبیت میکنه تو ذهنتون. anyway باید چند بار کار کنید و دستتون بیاد که شما اون تیپ شخصیتیتون با کدوم یکی از این حالاتی که گفتم راحت تره. حالا جلوتر باز مایند مپ و نکاتش رو بهتون میگم و مثال ازش حل میکنید. You must talk for about 2 minutes. خب میگه 2 دقیقه باید صحبت کنید، ولی نکتش چیه؟ میگه about 2 minutes. این about یعنی approximately، یعنی حدوداً 2 دقیقه. خب وقتی میگه حدوداً 2 دقیقه یعنی از 2 دقیقه کمتر میتونه باشه، اما از 2 دقیقه بیشتر نمیتونه باشه، چون اگه از 2 دقیقه بیشتر باشه اگزامینر گیر میده و استاپ میکنه شما رو، و اگه کاور نکرده باشید اون حالا مطلب رو دیگه نمیتونید ادامه بدید. یا اگر یا بعضی موقع زمینه را چیزی نمیگن و شما ادامه میدید و وای میسن ببینن شما کجا استاپ میکنید و حالا تا حدودی نمرتون کم میشه. پس کلن هر وقت که پارت تو رو کار میکنید قطعاً زمان بگیرید، حتماً این کار کنید، زمان حتماً بگیرید، خیلی مهمه. خب و اینجا میاد حالا هدف از پارت دو speaking چیه؟ Test your ability to organize your idea and speak fluently. خب منظورش چیه؟ میگه که میخواد مهارت شما، استعداد شما، یعنی حالا استعداد نمیشه گفت، استعداد talentه، ولی اینجا میگه ability، مهارت، توانایی شما رو میخواد بسنجه. ببینید اون ایده، ما میگیم لایر هم باشید، دروغگو هم باشید، هر ایده بی ربطی هم که بگید، اون اورگنایز کردن، من رنگش رو عوض کنم، اون اورگنایز what's going on، اون اورگنایز کردن یعنی اون سازماندهی درسته ایده ها. خب و speak fluently،
اون روان صحبت کردن شما، اینکه ببینه هی هزیتیت ندارید، هی مثلا بینش وای نمیسید یا حالا یه تایم خیلی طولانی بینش چیز باشه، پاز باشه، یعنی خیلی تایم طولانی و شما صحبت نکنید بینش و نتونید ایده هاتون رو بیان بکنید. وقتی میگه سازماندهی، منظورش اینه که نتونید کاور بکنید، ایده دارید ولی نمیتونید بیانش کنید، بتونید قشنگ سازماندهیش کنید. یعنی چی سازماندهش؟ یعنی اگه میخوام بگم اینجا کانترست دارم، بیا مثلا اینجا بات یا آلدو استفاده کنم، یا اگه بحثم عوض میشه یا حالا اون موردو کاور میکنم، یا اینجا بگم on the other hand، یه حالت پیوستگی داشته باشم، همون cohesion و coherence داشته باشم، یا out of topic نشم، جواب سوالو بدم. اینم جز مدیریت، اون مدیریت حالا اون ایده‌ای که داریم میخوایم بیانش بکنیم. و نکته بعدی روان بودنش. اگزمینه شما 3 دقیقه آقا 5 دقیقه دارید صحبت میکنید، ولی اگزمینه اصلا نمیفهمه شما دارید چی میگید، پیچیده کردنش، یا خیلی زیاد دارید صحبت میکنید، یا خیلی از ایدیم های مختلف و کلمات قلم به سلم استفاده میکنید. یه چیزی که اینجا گفتیم easy to talk، اینجا گفتیم familiar، یه چیزی باشه که واقعا روان باشه، اگزامینر هم بفهمه شما چی میگید، حرف شما رو بفهمه. easy to talk، خیلی خودتون رو نپیچونید، توی speaking خودتون باشید و نگران هیچ چیزی نباشید. anyway، امیدوارم که حالا این نکات رو حتما استفاده کنید. اینا هر کدوم که گفتم نکات طلاییه که واقعا هر کدوم اگه رعایت نشه، اگه رعایت نشه واقعا نمرتون رو میاره پایین، و اگه هم رعایت بشه ممکنه نمرتون رو زمین تا آسمون جا به جا بکنه. اینجا میگه که عنوان ها رو read the topics، بعد ببینید که اون topic areaش به حالا پارت 2 IELTS کدوم از topicاش نزدیک تره به topic IELTS. talk about how the education system in your country has changed. خب education system، ببینید الان که دارم میخونم، حالا اونجا نمیتونید خط بکشید، ولی تو ذهنتون کیورد ها بیاد تو ذهنتون. مثلا این سوال جلوی من گذاشتن تو پارت 2، من دارم میخوام سریع بفهمم چی گفته، سریع فکر کنم، ایده بیاد تو ذهنم. اولین کاری که میکنم میگم educational system. خب education system، الان من باید اولوهوش education system باید صحبت کنم. your country، خب توی کشورم، تغییراتش، وقتی میاد میگه has changed، زمان سوالم براتون مهم باشه. وقت در رابطه با تغییرات، وقتی ما داریم صحبت میکنیم، یه گرامری که خیلی پر کاربرد برای ما گرامر پرزنت پرفکت هست. نگاه بکنید خودش هم گفته has changed، پرزنت پرفکت استفاده کرده. حالا پرزنت پرفکت کانتینیوس، حالا پسیو پرزنت پرفکت، هر کدوم از اینا رو استفاده کنید، هی نمره گرامر شما رو میبره بالاتر. پس اگه من باشم انتظار دارم که حالا اون گرامر رو از شما بشنوم و بدونم که شما باید بدونید که آقا فلان جاست، فلان گرامر، فلان وکب و حالا هر چیز دیگه، فلان کالوکیشن استفاده کنید و ریلیونت باشه، مرتبط باشه. اینجا گفته در ارتباط education system، تحصیلات، سیستم آموزشی، البته اینجا
من گفتم تحصیل سیستم آموزشی منظور توی کشور شما تغییرات سیستم آموزشی رو داره میپرسه. معمولا بخوام بگم همچی چیزی رو نمیپرسن از شما، کمتر پیش میاد. چون نگاه بکنید این بالا گفتیم own experience، گفتیم یعنی تجربیات شخصی شما عموما سوال میپرسه. خب talk about a time when you learned something new. این چیزیه که اومده تو کتاب اکچوال، برید اینو میبینید، این توی آیس مطرح شده توی پارت دو و خیلی تو ماک بوده که من از بچه ها ماکش رو گرفتم و این عنوانو خیلی بوده که پرسیدم خودم. You learned، چیزی که چیز جدیدی یاد گرفتید. یه تایمی رو بگید که چیز جدیدی رو یاد گرفتید. ببینید برمیگردیم به زمان سوال، learned یعنی در رابطه با گذشته باید سوال کنید، past. اوکی، در رابطه با گذشته باید یکم بد خط شد. anyway من باید تایپش بکنم، past. در رابطه با گذشته باید صحبت بکنید و از همه مهمتر زمانتون باید گذشته باشه، پست تنس باشه و حالا ساختارهای پیچیده گذشته خودشون بهتر میدونید، جلوتر باز صحبت بکنیم دربارش. تا که باید پس این میتونه باشه چون در رابطه با own experience داره میپرسه، پس هست. About your very first day at school. اینم اومده، اینم چیزی بوده توی IELTS اومده، باز کتاب اکچوال یا ماک کار برید این عنوان رو میبینید و از همین الان پیشنهاد میکنم برید ببینید. توی کانال تلگرام ما هست کتاب اکچوال رو براتون گذاشتم و هم کتاب ماک کار، این عنوان ها همه توشون هست، همه عنوان های آیلسی که اومده توشون هست و قشنگ میتونید برید ببینید. خب روز اولین روزی که وارد مدرسه شدید، تجربیات شما رو میخواد، اون حسی که داشتید، فیلینگتون رو بگید، چجوری گذشته، چی کار انجام دادید اونجا، با کی آشنا شد، هر سوالی ممکنه بپرسه، چرا، حالا واسه چی، اگه حالتون خوب بوده چرا. البته معمولا از فیلینگتون بیشتر میپرسه یا اکسپیرینستون. Talk about your ideal place to study. خب ideal place to study اون مکان ایدئالتون برای درس خوندن. آره این own experience، یعنی در رابطه با تجربیات شما اون مکانی که دوست دارید ایدیاله براتون. نمیگم صرفا تجربه است، صرفا تجربه نیست، ولی یه توصیفی از اون مکانی که دوست دارید توش درس بخونید. امکان داره که بپرسن از شما همچین چیزی رو و بخوان که توصیف بکنید، چون شبیه این سوال من دیدم که اومده توی آیلز. پس چهار هم میشه. Talk about how people normally travel to work in your city. خب چطوری مردم مسافرت میکنن to work in your city، تا اینکه بتونن تو کشور شما کار بکنن. ببینید اگه نظر منو بخواید همچین چیزی توی آیلتس نمیاد، یا اگه بیاد مثلا شاید این قسمتش بیاد، یا حالا یه قسمت دیگه شاید ترابلش فقط بیاد، نورمالی ترابل تا اینجا مثلا تو ورکش نیاد، اصلا یکم خط خطی شد، تو ورکش نیاد اصلا. حالا چرا اینو میگم؟ چون این بالا گفتیم سیمپل تاپیک، یه تاپیکی باشه که ساده باشه،
یه تاپیکی که معمول باشه و مثلا به همون best friend, something new that you learned first day of school, و public transport, when you're happy. اینا همه یه چیزای ساده ایه که از شما میخواد, یه عنوان های کلی, چون میخواد انگلیش نالج شما رو بسنجه, نمیخواد که بیاد و ببین عنوان های شما رو چک کنه و از نظر ایده و خلاقیت شما رو بسنجه. کریتیویتی هم نمره داره ولی خیلی نمیخواد بیاد حالا بیشتر انگلیش نالج شما بد نظرشه. Anyway, last one. Talk about the kind of jobs that people do in your hometown. Pass. اینجا kind of jobs رو میپرسه. یعنی انواع شغل هایی که مردم توی هومتاون شما انجام میدن, توی اون محل زندگی شما انجام میدن. میپرسه یه چیزی, کارهایی که توی هومتاون شما انجام میشه, یه چیزایی ممکن در رابطه با هومتاون شما بپرسه, ولی باز هم از نظر من مثل عنوان پنج یک مقدار شاید این عنوان پیچیده باشه و عنوانهای ساده تر به شما معمولا میدن. کلا بیاد از, ممکنه بیاد از نیبر بپرسه, مثلا همسایه‌هاتون تو هومتاونتون, یا حالا چیزای دیگه بپرسه از شما, یا حالا امکاناتتون. برای مثال دارم میگم, حالا صرفا توی آیلتس نیومده ولی مشابه هومتاون رو من دیدم که پرتکرار بوده, یعنی یه مقدار ساده تر میپرسن, یا حالا یه قسمتش رو میپرسن که پیچیدش نمی کنن اونقدر بخوان شما رو اذیت بکنن. خب همه نکاتی که باید سر آیلتس, اکثر نکاتی که باید سر آیلتس تجربه بکنید و بدونید و بهش عمل بکنید بهتون گفتم و امیدوارم که کلی به دردتون بخوره و حتما کامنت بکنید برای من نظراتتون رو, و اینکه اگه نکته تکمیلی تو ذهنتون هست خوشحال میشم که تو کامنت ها بهم بگید, یا حالا نظراتتون در رابطه با speaking IELTS part 2. اگه کامنت بذارید که خیلی به من انرژی مثبت میده که پرقدرت تر بریم جلو, کتاب مایندست و نکات دیگه تجربیات من در IELTS رو, و از کانال تلگرام ما منابع IELTS هست میتونید دانلود بکنید با پادکست ها, و توی قسمت اینستاگرام هم یه ماک برگزار کردیم که ماک سپیکینگ, شما میتونید صداتون رو ضبط کنید و برای من بفرستید, و کلی ایونت باحال تر که توی اینستاگرام یا نکات تکمیلی که در کنار مایندست خواهیم داشت. امیدوارم که موفق باشید. Good luck.